بعد از چندین روز کار سخت و نفسگیر بالاخره زخمیانی که وضعیتشان وخیم است و زخمیانی که حالت متوسط دارند توسط متخصصین ستاد رسیدگی به خانواده شهدا و زخمیان مکتب سید الشهدا شناسایی شد تا برایشان کمک های بیشتر صورت بگیرد و تداویشان نیز به صورت منظم و پیش برده شود. به نام خدا، سلام بر شما مخاطبان عزیز. آرزومن هستم هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز 11 جون برابر با 21 جوزای سال 1400 هجری شمسی است. بعد از چندین روز و چندین کلیپ خواستیم در رابطه با چگونگی توزیع کمک‌های شما دوستان عزیز وضاحت بدیم. البته دور دومش، دور اولش که ما چند وقت پیش ختم کردیم که همون زمان هم لیستی کسایی که کمک تا اون زمان برای ما روان کرده بوده خواندیم و همچنان نام زخمیایی را که و شهدایی را که کمک دریافت کرده بودن از طریق ستاد. اما یک مقدار پول قابل ملاحظه نزد ستاد مانده بودن که ما در نظر داشتیم باید کسانی که وضعیتشان وخیم است اونا باید تداوی شوند. اما میبینیم یک مشکلی عمده دوستو از اینجا بود که از نهادهای مختلف و از طریق مکتب و از این سو حجم زیادی برای معامد لیست زیادی که اینا همه زخمی است، در حالی که در شفاخانه ها آمار تقریبا 200 چند نفر ثبت شده بودن و همچنان ما در طول چند وقتی که کمک را برای خانواده زخمی ها داشتیم نزدیک به 180 نفر کمک کرده بودیم و از خانواده شهدا را هم 70 نفر کمک کرده بودیم. لیست شهدا که ما 87 نفر باقی ماندن و شمول کسانی که گم شدن مثلا شکریه و کسای دیگه که اونا را اتفاقا دوستای ما توزیع کمک کرده بودن، کسای گم شده را هم مقدار کمک هایشون را به اندازه کسایی تحویل کرده بودن که شهید داشتن، یعنی 30,000 افغانی برای زخمی ها یک دفعی که یک جایی کمک شد در اما کمک دست جمعی 15,000 داده شد، برای دیگرها که داخل بیستر بوده برای یک حتی 20-25,000 برای یک 10,000 هم توزیع شده. اما وقتی که این لیست 300 نفر بعدن رسید از طریق نهادهای مختلف آدم حیران میمانده، اینا لگه چشم پودکایی امی پولی که باقی مانده را برای کل لگه بیم توزیع بکنیم کار ما بسیار راحت بود، زود خلاص میشد. اما تاکید دوستا بسیار زیاد بدن، مثلا در این روزها بسیاری از چینل یوتیوب ها هم هست که پیش هر زخمی میره و اونا شکایت داره که برای ما هیچ کمکی نشده و از هیچ آدرسی نشده و تنها شما هستین که برای ما کمک کردین. این را حتما دوستای عزیز دیده و خیلی ها هم شکایت داشتن که لیست های هوایی برای کمک کننده ها ارسال شده و اونا هم هوایی تقسیم کردن. اتفاقا ستاد از جمله نهادهایی بود که در این موضوع بسیار زیاد همکاران ما آقای صداقت، آقای وطن دوست، آقای نجیب، آقای پناهی، آقای دکتر باقر سعیر همگی و خودم در این فکر بودیم که باید ما یک سیستم را ایجاد بکنیم که کمک های دوستای عزیز ما و وطنداران گل ما که برای ما رسیده برای مستحقینش برسه. ما نمیتونیم برای 303 نفر یک جایی کمک توزیع بکنیم. اگر زخمی مکتب سید الشهدا باشه که حتما حقشان هست باید برشان توزیع شود و اگر کسی نبود و احیانا لیستای هوایی آمده بود باید این افراد شناسایی شود. برای شناسایی کردنشان ما تنها یک راه داشتیم و او راهی بود که باید تک تک زخمی ها رو باید ما به چشم خود ببینیم. دکتر جراح اعصاب در اونجا بود و همچنان دکتر جراح عمومی. اینا در واقع کسایی هستن که سالها با زخمیان و که در حملات انتحاری زخمی شده زیاد کار کرده و تجربه لازم هم داره. هم در شفاخانه ام زمان اینا کار کرده و همچنان دکتر سعیر که در شفاخانه دولتی علی آباد یکی از معروف ترین شفاخانه های افغانستان هم کار میکنه. خب ما پریروز و دیروز این برنامه رو داشتیم که 150 نفر 150 نفر در طول می چند روز در دو روز بیاید تا ما همه این مریضا رو باید چکاپ بکنیم، ببینیم که کی زخمش کم است، کی خوب شده، کی کمک کم نیاز داره، کی کمک زیاد نیاز داره. از جمع از اینا چند نفر از خانواده های زخمی ها شماره هایشون رخ نکرد. حالا نمیفهم چرا. امیدوار هستیم که دوباره باز بتونیم اونا را با از طریق های دیگه ارتباط پیدا برقرار بکنیم. تعداد بسیار محدود بودن. بسیاری از اینها شماره تماسشون رخ شده، برشون گفته شده که فلانی روز در فلانی آدرس بیا فلانی ساعت تا شما چکاپ شین، ولی اینا نیامدن. خب اینجا چند احتمال وجود داشت. ما در نظر داشتیم یک عده کسایی بودن که مریضانشون در شفاخانه امرجنسی بود، شفاخانه فرانسویا بود، نتونستن مریض را انتقال بدن، یا ای که مریضشون در خانه بود که حالتشون وخیم بود. حدودی 6-7 نفر این گونه است که در خانه هست
ولی اونا را خب امکاناتش نبود که از بغل کو پایین کرده در شفاخانه بیاره. و یک ایده دیگه گفتن زخمای ما کاملا خوب شده و اگر ما بیایم هم اگر کمک میدین میایم، نمیتین فعلا برای چکاپ نیاز نیست چون زخمی های ما کاملا خوب شده. و یک ایده دیگه اصلا گفتن ما زخمی مون رفته و در ولایت دیگه چکر رفته و از قبل حرفا. خب این کسایی که زخمی هایشون خوب شده و یا یکی گفتن ما چکر رفته فلان جای فلانی ولایت یک جای دیگه، ما ایت حس میکنیم که شاید اینا یا زخمی نبوده یا یک مشکلی بوده که بالاخره حاضر نشده که چکاپ شود تا بررسی شود که واقعا زخمی بوده یا نبوده. خب ما کار نداریم، اونا نیامدن. بجز امی زخمی هایی که در خارج از کشور رفته، بجز زخمی هایی که حالت چه وخیم بوده آمدن نتنسته، بجز زخمی هایی که در شفاخانه ها بستر بوده، دیگه هر کسی را که برشان زنگ زده نیامده، دیگه ستاد در قبال شیب مسئولیت نداره و هیچ گونه کمک هم در دور دوم برای از اونا ما توزیع نمیتونیم. بخاطر از اینکه ما باید مریض را که نیازمند هست تفکیک بکنیم تا برایشان کمک داده شود. در نهایت حدود کمتر از 200 نفری که در اینجا حاضر شدند در این برنامه در طول دو روز اینا چکاپ شدند. دوستای عزیز 37 نفر وضعیت چی وخیم بودند که اینا طبق برآوردهایی که ما انجام دادیم و تیم تکنیکی و تخصصی ما که دکتران مثلا مجرب هستن انجام دادن، بین حداقل از 30,000 به بالا تا 100,000 مصرف از اینا هست، مصرفشان هست. مثلا برخی هست چشمشان مشکل داره، برخی ها هست که چرهشان در جای هست که کشیده میشه. خب برخی هست که مثلا یک گونچره هایی داره که اونها امکان کشیدنش نیست و وجود چره هم در بدنش ضرر نداره که قسم افراد ها زیاد هم هستن در افغانستان در اینطورهای گذشته هم شاهدشان بودیم. ای دوستای عزیز ای زخمی هایی که حالتشان خیلی وخیم بودن 37 نفر شدن، به شمول زخمی هایی که ترکیه و ایران رسال شده. البته اونا رو باید سر از این جدا اضافه کنیم، یعنی این 37 نفر نه ایران رفته نه در شفاخانه بستر بوده و نه جز از کسایی هست که از خانه خامده نتنسته. این 37 نفر به اضافه کسایی که در خانه وضعیت شبخیم بوده آمده نتنسته، به اضافه کسانی که در شفاخانه بوده و به اضافه کسانی که ایران و ترکیه به خاطر تداوی رفته. یعنی احتمالاً آمار کسایی که در خانه بوده و ترکیه رفته و در شفاخانه بودن حدود بالاتر از 15 نفر میشه. یعنی فکر کن دوستای عزیز که ما تقریبا 55 تا 60 نفر مریض داریم که تداویشون جدی هست، زخمشون جدی هست و تداوی جدی اینا در طولانی مدت نیاز داره. 21 نفر دیگه زخمی هایی بودن که حالتی متوسط داشتن، یعنی که زخمشون هنوز هم کاملا خوب نشده، نیازمند به تداوی هست، اما مصارف از اینا طبق برآوردهای ما بین 15 تا 30,000 افغانی هست. یعنی حد اکثر زخمی ها که خیلی دیر بره 15,000 هست، ولی من 30,000 هست، ولی معمولا 15,000 نه حداقل مصرف دارن. این زخمی های دیگه که دوستای عزیز 37 نفری که ما بررسی کردیم، چندی نفر از اینا نیاز به عملیات بیشتر دارن. ببینید من زیاد اصطلاح طبی نمیفهمم، دکتر صاحب باقر سید به من میتونه اشاره کردن، متاسفانه اون کلیپی که واسه کادر نشده که من نشر میکردم، اشاره کردن که مثلا بعضی از اینا و می رگای عصبیشان مشکل پیدا کرده و کار نمیتن و باید یک چند مدت زمان میگیره. اگر در این مدت چند ماه یا چند هفته پیش رو اینا خوب نشد، اینا نیاز به یک سلسله جراحی هایی داره، نیاز به یک سلسله عملیات هایی داره که من از سروپور طبی نمیفهم مگه بگم خرابی نکنم. در صورت اینا چند نفرشان هست که واقعا همین لحظه باید عمل شوه، یک دی دیگهشان کسایی هست که در مرور زمان شاید نیازمند به عمل شوه، شاید نیازمند به عمل نشوه. بنابراین فوکس ما در قدم اول اینمی 60 نفر زخمی بسیار جدی و همچنان 21 نفر زخمی عادی هست که اینا باید تداوی شود. پولی که نزد ما مانده بیشتر از 4.5 میلیون افغانی هست که البته یک مقدار از این را دوستا توصیه کرده که باید مواد غذایی به بر خانواده نیازمند داده شود که اینا گفتن ما روزی ما خورده شده یا یکی فطری زکات فطری ما هست که حتما بایدی به خانواده فقیر داده شوه. یک مقدار از واره که 60-70 خانواده را برشان اگه آرد برنج خریده میشه، دیگه از نیمی 4.5 میلیون افغانی در قدم اول تداوی نیمی 55-60 زخمی وخیم و 21 نفر زخمی به حالت متوسط هست که اینا باید به هر نحو ممکن تداوی شوه، هر قدر هم که مصرف شوه از این پول باید برشان داده شوه و یک مقدار پول دیگه برای او خانواده شهدای داده میشه که در روزی که ما در دفعه اول به صورت دست جمعی کمک توزیع کردیم برای از اونها کمک نرسید. تلاش میکنیم اگر پول دیگه پیش ما مان حتما این را به خانواده های
زخمی های دیگه هم دوستان عزیز در نظر خواهیم گرفت. در غیر این صورت تلاش ما و فوکس ما روی امی هست که اینمی 37 نفر کمی لحظه چک اپ شه پیش چشم خود ما و شمول کسایی که در خانه خود بودن آمدن نتونسته که وضعشون وخیم هست و به شمول کسایی که در شفاخانه بستر بودن، اینا باید کمک جدی برشون صورت بگیره تا زمینه تداوی شفا فراهم شود. یک گلایه مندی را هم ما از برخی خانواده های شهدا و زخمی ها داریم، متاسفانه یک عده از طریق نقاط مختلف با وجود کمک دریافت کرده یوتیوب چنل هایی هست که با اینا مصاحبه میکنه و اینا میگه ما هیچ گونه کمکی دریافت نکردیم و ما خود ما هم به چندین مورد این گونه برخوردیم که گفتن ما کمک دریافت نکردیم، در حالی که از تیم خود ما کمک گرفته، فیلمش پیش ما موجود هست. البته اینو بسیار تعداد انگوش شما را سمگی نیست دوستای عزیز، اینا میگن که ما کمک دریافت نکردیم، برشون فیلم دادیم که بنده خدا اولش حداقل ما برای 20000 25000 15000 دادیم و بعدش باز سر خرج میکنه والا راست میگی شما یک دفعه کمک کرده بودین. خب شاید خیلی دیگه هم کمک کرده باشم. امی لذت، من با چند نفر امی افراد دیگه هم دوستای دیگه برخوردم که وضعیت زخمشون خیلی وخیم هست، از جمله نام نمیگیرم، یک نفر از مریضانی که قرار است ترکیه بره از طرف سازمان جهانی آسایش برایشان ویزا گرفته شده، برایشان پاسپورت گرفته شده، برایشان خرج و مصارف همه چیش داده میشه، با یک نفر پایواز برای ما زنگ زده که برای ما هیچ گونه کمک نرسیده. عکسای خود روان کرد، اسناد خود روان کرد، بسیار دیدیم سخت ایران شدن که خدا چه کمک نشده برسی. و در زیم گفت که ما در ترکیه ما رو میبره از سازمان جهانی آسایش، ولی گفت مصارف در پای خود شما چون زخمی شما پسر هست و این چون دختر نیست مصارف شما نمیتیم. بسیار دیدیم دیگه شد خدایی امو شایو بشو در صداقت و دکتر سه باخر سیر پیام ماندیم که برادر این یک قسم است. برای من اینو پیام داد، فیلم روان کرد که ما برای از نمی زخمی 30000 افغانی یک دفعه دادیم، 15000 افغانی یک نفر داده، امین تیم ما آقای وطن دوست داده یک دفعه دیگه آقای صداقت اینا داده، ما برادر برای از این پول رساندیم. والا امینه که دیدم ما بیخی شوکه شدم. بعد در خانم زهرا یگانه زنگ زدم، کسی که راه ارتباطی بین زخمی های بسیار وخیم است که ترکیه میره و سازمان جهانی آسایش است. زهرا یگانه رو برش پیام دادم که خانم یگانه این می نفر در هر صورتش میگم ما از طرف سازمان جهانی آسایش ویزا دریافت میکردیم، به زودی هم ما رو میبره، ولی متاسفانه ما رو گفته هزینه باید دوش خود شما باشه. اگر شما میره تایید میکنید، من با خیرین با جاهای دیگه صحبت میکنم که در ترکیه اگر نیازمندی پول شد ما براشون پول بدیم. اسکرین شاتش هم پیش ما هست. خانم زهرا یگانه گفت چون نگا اصلا واقعیت نداره، سازمان جهانی آسایش با اینا در ارتباط نیست، با ما در ارتباط است و برای ما 9 نفر لیستی که دادیم کاملا تایید شده و تمام مصارفشون نمیت. من اصلا چیز خبر ندارم که برای زها گفته باشم. بعد با من برادر تماس گرفتیم که برادر خانم زهرا یگانه میگه کلی مصارفشون داده میشه. پس گفت خوب خیر است، ببخشید هر چی که هست خوبه که میته، اما شما هم نگاهشون طرف ما باشه. من به این وطندار خود در مسیح چیزی گفته نتونستم، ولی این خواهی شما هست، این کار باید نشوه، این پول باید حق به حقدارش برسه. هر زخمی که نیازمند بود، چی از نگاه مالی چی از نگاه تداوی، باید دستش گرفته شود. ولی خواهش ما این هست که لطفاً این کارو نکنید، با احساسات برخی بازی باید نکنیم. ببینید ما در این وقت‌ها میتونستیم بسیار زود کمک های شما رو 4.5 میلیونی که ماندم تقسیم کنیم خلاص شود، ولی در قبال از این احساس مسئولیت میکنیم. من بسیار دوستم فکر کنم که همین دیروز اگر اشتباه نکنم عجل بابا بود، فکر کنم آقای عجل بابا احمدی برام پیام صوتی مون گفت نصیر جان من فلانی کانال رو دیدم، این یا خانواده زخمی ها هست میگه که ما هیچ کمکی دریافت نکردیم و اینجا سیستم قوم‌گرایی بوده. واقعا آدم شوکه میشه، چون بسیاری ها از کسایی که خیرین کمک کردن نه تنها در نهاد میستا درستگی به خانواده شهدا، بلکه در نهادهای مختلف کمک کردن، اینا دلش میشکنه، باید تصور میکنه که پس اینا پول کجا کرد؟ حتما در معاشمای خود داده، حتما در معاشمای خود داده. ولی خوشبختانه هیچ یک از آشناهای من، صداقت و وطن دوست، نجیب، پناهی، دکتر سعیر در امی روی داد نه زخمش رو فصل خدا نشهید شده، برای هیچ کدامشون هم داده نشده. خب اما در تنها نهاد ما نیست، ما شاید 10% یا 5% از کمک های خیلی نجم کرده باشیم، از طریق نهادهای مختلف دیگه آمده و این یک نوع شک در دل مردم میفته. من خواهشم از خانواده های شهدا و زخمی ها هم این هست که لطفاً دوستای عزیز، برادران گرامی، امیر تلاش بکنیم صادقانه رفتار بکنیم، چون امی اعتماد باید بین همگی شکل بگیره. ما در شرایطی هستیم که باید حسابدهی هم شوه و هم حقیقت ها را بگیم تا مخیرین مطمئن شوه که کمک کرده و حقدارش رسیده. ما به این خاطر سختگیری کردیم، حالا باز هم میگم امی زخمی هایی که در حالتی وخیمتر است
و همچنین زخمیان در حالت عادی است. در قدم اول ما از 4.5 میلیون افغانی بر طالبی از اونها استفاده میکنیم و یک مقدار پول رو که دوستا گفته بودن ما زکات فطریه ما هست و یا همچنان روزه ما خورده شدن اونا هست که باید برای خانواده فقیر داده شده مواد غذایی. دیگه بقیش هم یک مقدار برای امو خانواده شهدایی میمانه که قبلا در روز کمک دست جمعی کمک دریافت نتوانسته بودن. دیگه باز اگر پولی ما نزد ما و دیگر را تقسیم خواهیم کرد، اگر نه فقط تلاش میکنیم که زخم حالتشان خوب شود. تشکر از شما مخاطبان عزیز. بزودی اینمی چندین خانواده ای که در مرحله اول وضعیتش خیلی وخیم است برایشان پول داده میشه، بعد اونایی که متوسط است و این قسم تا آخر ما با حسابی رو برای شما میتیم. تمام خانواده های شهدا را، خانواده زخمی ها را، شماره های ارتباطشون را، مقدار پولی که کمک شده، در چند دوره کمک شده در اختیار شما قرار میتیم. از حوصله مندی شما جهان سپاس. ما خیلی معذرت میخوایم که این پروسه طولانی شد ولی ما مجبور بودیم، اما با شما اطمینان میتونم که یک ذره پیسی شما و حتی یک افغانی شما بیجای نخواهد رفت. هر لیست هوایی اگر بیاید ما برایشون کمک توزیع نمیکنیم تا زمانی که زخمی رو با تمام اسناد پیش چشم خود ندیدیم. هیچ گونه کمکی برای هیچ کسی تعلق نخواهد گرفت. تا درود دیگر، بدرود. وا در ادامه فیلم ادامه داره، فیلم امی بررسی چکاپ زخمی ها در روز دوم شما میتونید ببینید. خداحافظی من باشم. فشار نمیارم تا 45 روزه گفته دازم این نمان، ما خاطر دازم این نمان که کم کم جای بازی کنم که اشتر هم که بالا باشه یا کجا مانده؟ ها؟ کلاستر کجا مانده؟ تو کلاستر کجا گچ کردی؟ پیر اشرف خان آلمی خری تبیر در مناسبت شما در کنید در پایین آجه خاطر کنید دستی چی دور است؟ این پرچهش کشید؟ دستم کن شده این دستی من را یک الپان سپکچر را پرچهش کشیدم این دواره سرکلات شکار داره زخمش خوب است از پایین زخمش اول کدر بود یک دفعه؟ یک دفعه؟ میاد کچیر کنم ایتن؟ نه مادر جان، ما امروز اگر چی زخمی که نام جلیس بوده و چی کسایی که نام جلیس نبوده خب؟ به این خاطر خواستیم که ببینیم که همون زخمی که شده شما یکی است؟ شما یک تماس کردن؟ صفر
زنگ زد اون شاور تو؟ نه خود از شمال طرف زنگ زنور بود. صفر رفت و رفت؟ خب؟ شسته؟ اشتاد سه پایز رفت. آه سمایه اینجا سمایه محمد مونه فقط. محمد اکبر نه؟ آره اون محمد. خب. مادتون چی مشکل داری؟ من پای درد میکنم. اکسوهای تمام؟ نه باره نبیشتم این نتیجای شده این در اون زمان نفکشتم هر کس بود ما نبیشتم بسوشتم نه با اگر یک خونبینی زیاد میشه این خونبینی زیاد میشه آه خیلی دفعه در من پروپارد دیگنوستی بستر نورمال در نو دکتر آرومی مستدیتی می میدین نورمال در این جی که؟ نا این جی میره بزن در نورمال بزن گفت بزرم آده شون؟ آیا این مطمئن ما دیل مفاقا مارد زرسون نفاقا خیلی خیلی جلی خوب بولا بولا بیاد زهرا انگلیزو؟ نه شماری آخری چه بزن؟ نه 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 سبن تنیدون تو بالا میشه غشم دارد تو میشه دیگه این گردو اینش بخیر قطرک میشه نیجه شید مو پرد نام پرد سیو زنیزو؟ کشک شما جواد شما تلفون؟ افتاد و شش گوزده یک سمچه سیو خانه رو دیدن یا مو خانه خیلی خانه جان من چند چیز باید بیارم خب؟ یک خدا را شکر که دخترتون را شکر بیم مریضا را پای زخمی نیست دیگه نیست نه 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 گوش کن موضوع دو دوا تنها تأثیر گذار نیست برای کسایی که مشکلات عصبی روانی پیدا کردن اونجا یک تیم روانشناس از جمع ماس خب یک تیم روانشناس که هر روز در ازمان ترمینای روانشناسی میکنه در خود مکتب اونجا باید برای هر روز دکتر دینا و در او برنامه از ما شرکت کنه تا کم تغییر کنه دیگه در کنارش در خانواده شما بایش برنامه بگیرین تفریح ببرین در میمانی ببرین فانچکر ببرین در باب ببرین در دوستان ببرین که کم تغییر کنه دکتری رو ما دو روز اول برد می بشه بد میشد دیگه از اون وقت فکر کرد ما نمان در خود مکتب در خود مکتب تو مرا صبح هم دیدن ببوره آزیم نشد ما خود دختر مکتب ما هست و مادرت هست دیدم رنگش مو پره دارم آره خدا رو خیر خودتون در خانه بیرون شد بیرون شده بیچاره نه همه شاگرد در مکتب شده نه نه بگم بستر بردی بشه با خانه چرا کشیدم کامپلیک خرید نه برام دادم نازنین کی؟ نازنین نمازایی دیگه سرش کنه بیش پدر جان تو هم میده بیش کجا بستر بود نازنین؟ کامپلیک کدام کامپلیک؟ امریکا خواه به بالا هستن؟ آره اون نبودی بود بودم مردم ها بود دولتی نبودم؟ نه
زخم خوب شده آره؟ آه فضلانش خوبه. سره سر چی رقم است؟ بله؟ چره سر چی رقم است؟ سره سرش هم خورده بوده یک چند بکر خورده هم خورده خوبه. خب کشیدن؟ بله. بخی تیر شده دیت کردن. آه نماسی تیر شده. آه. اونا جوایش هست؟ بله جان دمی ما چیز کلمیاتی شما رو به خاطر کمک خواسته بودیم. بله. خواسته بودیم یعنی؟ دقل ناظر. دقل ناظر در این نمارسانه. خیلی خواسته بودیم؟ یک بیست و بیش. در کجا بیستر بودیم ناظر جان؟ اینجا بیستر. خوزین و روزلی. در دو میت بیستر بودیم؟ دو میت بودیم اونجا؟ با خدمت شما آقا داده بیدید؟ نه آقا داده بیدید؟ شاید اما خود بشید، من خود من نبودم پیوازه دید. همش که آقا داده بیدید؟ سر شوب میامدنی؟ آه آن چطور شید ما داده بیدید؟ یکم دفعه میاسه شید زیاد نمیدید؟ آه یک سرساله کنو شاید بیانو 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 آخه دیش که هم از پس نورو میشه؟ نه میبینم آدم دوزی نوروزلی نی؟ آره از میدان آورده اگر از بیسون؟ آره دست شما اینا خوبه خوره؟ آه یعنی هم دیگه چیزایی که ما اینه خون و از بخصیم یعنی هم از اینجا بستر خارج شده بود درست درست ماده یک دفعه ما اجازه بستم چند تا سهستان امارای دیگه من سرشون نه درست 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 شهناز کی دوستم؟ دوستم از این شهناز جان جای بستر بودیم؟ آه در شبه خونه مومد دینو فرانسه هم خوش شهناز دوستم ما کمک کردیم به شما؟ آه وطندس هم کمون یه چیز بودیم وطندس کمک کردیم شهناز در جناب بستیم بستر بودیم؟ بستری اول در چیز بود در شبه خونه سروری چه چیز همون دیگه چیز بود بود از مثلا اون چیز نگه تو بو برگی چیز میز از پرچه از نه منده برشته در محمد جنو از اون بس دو مردشه که تو پرچه منده در فرانسا مرد باشه تو اکسوان شد دکتر سیم یه نه اکسوان بود یه نه از که از محمد جنو اکسوان شد او از نسیمه چیز اون شش همان چیز دو دو نفر هستن آه اینی کس در فرانسوی هست در مارسان ها خوشمان آمده نه در قلی نازر نه نه شهنازی کی دوست دست همان دیگه نسیمه هم موت از دست مطب تقریبا مو قدر یعنی عکس دست هست؟ آه او عکس دست شهناز هست؟ شهناز این گج ماش شده بود؟ گج نه 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 چیز کنم بارچه نه 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 سلی رو گرته اول کار نمیده ما دیش با کلی کار نمیده این دیست اینمال قلم هم که میگرم مثلا ما از دست بشید باز بوده اینجا بشید برنگ بینیم از نسیمه فرانسا بگیریم شید چیکی بایدان چه مشکل داری؟ در روز این کنش داری این کنش داری یک کنش داری عملیات هم شدن؟ عملیات نه اخوان جانبت تا نیستیل تا تشتیل عملیات از بیش تاکی گفت چیز پاش پاش دیگه با از زندگی یکی نکسر بسیم پایی مقید مونده دیگه خواه ایت خود نرکنم تو پارم شده بود و بسیم دیگه داشتی که مخوردی دیگه شده خواه از خود نفرمسیم بیرون کنیم اتا خواه سه چار روز بادی بخواه باز دوختم ندوختم که رکم ندوختم خواه بشی
در شفاخانه ناصری خسرو رفتم، گفتن که یک چند روز پانسمان که شاید خوب شود، خوب نشد بازم بیام مراجعه کنم. باز ما بعد از